الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. پروردگار عالم طاعت و عبادت ها و سعی و تلاش و کوشش ما و شما را در رابطه با تطبیق احکام الهی قبول و مقبول و دربار خود بگردانه و هر یک ما و شما را توفیق تمسک و استقامت با آن چیزی که اوامر و نواهی الله رب العزت است نصیب فرمایه و این مشکلات و مصیبت هایی که دامنگیر ما و شما می باشه الله رب العزت امرای خیر و عافیت خون ما را و ملت ما را از اون نجات بده. شک نیست برادر اسلام که هیاهوی انتخابات که از دیر زمان منتظرش بودیم و شاید که از ابتدای آغاز از این سال منتظر روزی بودیم که مردم ها به پای صندوق های رای برن و 28 میزانه که من حیث روز انتخابات تعیین گردیده بود، شک نیست که تلفات بی حد زیاد و مشکلات بی حد زیاد را چی جانی و چی مالی در رابطه با این متحمل شدیم. بالاخره اخیرا ما در آستانه های از این انتخابات قرار می گیریم و شاید که فردا مصادف به 28 میزان باشه، روز انتخابات باشه که مردم ها میرد و در اونجا نماینده های خود به خاطر پارلمان، به خاطر مجلس سنا، به خاطر از اینکه آوازشان در حکومت برسه و حکومت و دولت از طریق از این نماینده ها در غم مردم شوند، نماینده های خود انتخاب بکنن. و که شک نیست که این انتخابات که ما در رابطه با ولسی جرگه میکنیم بعد از بطویق افتادن 3 سال متوالی بالاخره باز هم ما تو موفق میشیم که قسم اگه انتخاب برا بیندازیم. و به می جهت بود برادر اسلام، خلاف درس هایی که ما بعد از گذشت عید اضحا آغاز کرده بودیم که در رابطه با مسائل عقیده و ایمان بود، در رابطه با دو موضوع حساسه که امروز ملت و دولت و مردم با او دست و گریبان هستند، خواستیم که صحبت نسبتاً مفصلتر بکنیم و دید شریعت و نظر فقهای کرامه در رابطه با این دو واژه‌ای که امروز بسر زبانها هست خوبتر مورد بررسی قرار بدیم که تا مکلفیت خدا در رابطه با آن چیزی که میکنیم دیده و دانسته انجام بدیم. کور و کورانه بدون علم چشم پت نه چیز را تایید بکنیم و نه از چیز تقلید بکنیم و نه خدا با کسی کور کورانه تسلیم بکنیم. شایسته انسان مؤمن و مسلمان این نیست برادر اسلام که بدون علم و بدون فهم و بدون درایت چیز را قبول بکنه و یا به چیز تسلیم شوه. ایمان آوردن به الله جل جلاله که جز مکلفیت موتو هست، الله رب العزت موتو را امر میکنه که به الله زمان ایمان بیار که علم پیدا بکنی، به الله زمان ایمان بیار که درایت پیدا بکنی، متیقن شوی به وجودش و بعد از او باز به او ایمان بیار. فعلم انه لا اله الا الله، بدان بفهمان خدا. کرکرانه نگوی که لا اله الا الله،
بلکه از فهم و از علم درست کلمه لا اله الا الله را بگوی. ولا تقف ما ليس لك به علم، پیروی نکو از آن چیزی که تو علم نداری. تقلید کورکورانه را متوجه باشین که دین مقدس اسلام شدیدن نکوهش کرده برادر اسلام. اکثریت انحرافاتی که در امتهای گذشته ایجاد شد، رسالتها و شریعتهای سماوی قبل از شریعت پیغمبر منحرف شد. علت اساسی انحراف از او در حقیقت تقلید و پیروی کورکورانه بود که مردم بدون از این که در رابطه با احکام دین درایت کامل حاصل بکنند، یک سلسله چیزها را قبول کردند و بالاخره آن چیزی که شریعت های سماوی بود را تحریف کردند. پس به می اساس خواستیم که در رابطه با دو واژه‌ای که امروز سر زبان ها می باشه، که یکی واژه انتخابات و دیگری هم واژه رأی دهی می باشه، صحبت های مفصل داشته باشیم برادر اسلام، که تا اقلا موقف اسلام و موقف خودم من حیث یک مسلمان در رابطه با یک پروسه ملی که ما برا انداختیم و دیدگاه شریعت سوا در رابطه با این پروسه ما بیان بکنیم. از این جهت ما در خطبه گذشته، در جمعه گذشته، به توفیق الله رب العزت در رابطه با مسئله انتخابات و در رابطه با کسانی که در این انتخابات خود کاندید کرده بودند، از حیث آن چیزی که اسلام تقاضا میکنه و از حیث آن چیزی که امروز به نام انتخابات و کاندیدی صورت میگیره صحبت مفصل کردیم الحمدلله برادر اسلام. و اینه هم بیان کردیم که عدم فهم درست بسیاری ما و شما از این مکلفیت ایمانی و از این مکلفیت ملی و وجدانی بلاخر منجر به اینشته که تمام از این پروسه راه را ما من حیث یک پروسه دنیوی فکر بکنیم و بخاطر برا انداختن از این پروسه یک سلسله گناه های بی حد زیاد را مرتکب شویم و کوچکترین احساس مسئولیت در رابطه با این گناه ها نه تنها که بکنیم، بلکه هر یک ما سعی و تلاش و کوشش بکنیم که در ارتکاب از این گناه ها از دیگر پیشی بگیریم. سبحان الله. سبقت و پیشی گرفتن انسان و مؤمن و مسلمان در کارهای خیر و در کارهای نیک است برادرای عزیزم. در کار شر و در معصیت و در گناه نیست. ولیکن با کمال تعصب بگیم که نمی قسمه که ما از اصل و اساس از این چیزها بی خبر شدیم. امروز رقابت موتو در معصیت و گناه است. امروز پیشی گرفتن موتو در ارتکاب معاصی و در ریختاندن احکام الهی می باشد. صحبت امروز ما شما در رابطه با بخش دوم از آن چیزی که ما صحبت میکنیم و هر یک در انتظارش هستیم، که در حقیقت مسئله رأی دهی می باشد. مسئله انتخابات متعلق به کاندیدای محترم میشد که در هفته گذشته مفصلا در رابطه با او صحبت کردیم. مسئله دوم مربوط به موتو میشه، کسایی که موتو انتخاب میکنیم و رأی میتیم. آیا رأی دادن از حیث دین مقدس اسلام کدام وجه شرعی داره یا نداره؟ دیگه که مسئله یک امر دنیوی هست دیگه. دلم و هر کسی که رأی دادم و چه قسم که رأی دادم و در رابطه با این کوچکترین احساس مکلفیت نکردم، پس اینمی برداشت غلط و نادرست است برادر اسلام. اینمی برداشت غلط و نادرست است که امروز رأی موتو ضایع میشه، امروز رأی موتو در آن جایی که باید داده شد و داده نمیشه، و امروز رأی موتو من حیث یک شخصیت و هویت ما فروخته میشه و اصلا نرخ و مبادله میشه و بتا و بالا و چی میشه گرفته میشه. چرا احساس مسئولیت نکردیم دیگه؟ تو فکر کردیم که رأی ها مثل نمو به اصلا موتر موارز به هر کسی که فروختم و چه قسم فروختمش؟ نه برادر اسلام، مسئله رأی دادن، مسئله انتخابات متوجه باشین که جزء اساسی اصول نظام سیاسی اسلام تشکیل میده.
انتخابات توسط چی صورت میگیره؟ انتخابات توسط رای دادن صورت میگیره دیگه. و ما در اصل انتخابات در هفته گذشته صحبت مفصل کردیم. این از عهد و زمان ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه، زمانی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم وفات کردند و تمام خلفای راشدینی که یکی پی دیگر آمدند توسط مردم انتخاب شدند. خب چه قسم انتخاب شدند؟ این نمی بود که مردم رأی خدا دادند و اونها را انتخاب کردند. پس رأی دادن متوجه باشیم برادر عزیزم که یک مسئله دنیوی نیست که هیچ ارتباط با دین نداشته باشه. و بالاخره ما در رابطه با یک کوچکترین مکلفیت دینی و اسلامی خود نکنیم، بلکه رأی دادن هم جزء از مکلفیت های ما تو من حیث انسان مؤمن و مسلمان هست که در این دنیا ما تو زندگی میکنیم. خب مشکل در کجا هست؟ مشکل در اینجاست برادر اسلام که ما در رابطه با اسلام برداشت نادرست کردیم. امروز بسیاری برادران ما میبینیم برادر اسلام در نماز جماعت و الحمد و پابند است، نمازهای خدا میکنه و حج میکنه، ولیکن زمانی که در مسئله تجارت میره دیگه باز در تجارت دیگه پشت حلال و حرام نمیگرده برادر اسلام. چرا او فکر میکنه که دین تنها در مسجد است، اما مندهی و بازار دیگه و دیگه خودم که عقل سیستم چلاندمش. امروز بسیاری کسایی داریم برادر اسلام که الحمدلله مؤمن هستند، مسلمان هستند، نماز هم میخوانند، روزه هم میگیرند، اما زمانی که در رابطه با مسائل نکاح میآید یا مسائل طلاق میآید یا مسائل عزاداری میآید یا مسائل مردداری میآید، باز دیگه در اینجا دین نیست. در اینجا باز تمام آن چیزی که ما عادات و تقالید و عنعنات خود گرفتگی است بوده اون است. اینطور فکر میکنه که دین تنها در مسجد در نماز است، خلاص دیگه چیزها را دین تنظیم نکرده. بسیار چیزهای جزئی که ما در حیات زندگی داریم، ضرورتهای نیازهای مبرم ما و تو، پس چی فکر میکنید در این قضایای بسیار بزرگی که در حقیقت تشکیل حکومت و دولت و نماینده های مردم و چیزی که متعلق به تمام یک ملت میشه، آیا امکان داره که اسلام این فراموش کرده باشه و این به ذمه خود با شما گذاشته باشه که هر قسم که کردیم انجامش بتیم؟ پس به این خاطر همین قسمی که ما مسئله تجارت، مسئله داد و ستد، مسئله امورات خانوادگی، مسئله نکاح و ازدواج، مسئله مردداری و عزاداری کلشه از دایره اسلام خارج کردیم، به این شکل ما و شما در رابطه با مسائل سیاسی و حکومتی هم اینمی موقف گرفتیم. پس فرق بین من حیث مسلمان و بین یک سیکولاری که سالها این دعوا را میکنه که دین با دنیا ارتباط نداره، دین جای خدا داره و دنیا جای خدا داشته باشه، دین خدا تنظیم بکنه، دنیا را مردم تنظیم بکنه، خب پس فرق بین ما و تو ما وضو چی شد دیگه؟ پس جواب از این آیت تا چی میتین برادر اسلام که یا ایها الذین آمنوا دخلوا فی السلم کافه ولا تتبعوا خطوات الشیطان. ایان کسانی که ایمان آوردین به صورت کامل در اسلام داخل شوین، چون اسلام دین کامل است و از ما و تو مسلمان میخواهی که به صورت کامل به این دین داخل شویم. اسلام دین کامل به چی معنا؟ یعنی به این معنا که تمام عرصه های حیات و زندگی تا تنظیم و ترتیب کرده و احکام در رابطه برای و تو بیان کرده و تو مکلف هستی که در تمام عرصه ها از این چی بکنی؟ پیروی بکنی. پس مسئله رای دادن برادر اسلام متوجه باشین که وجه شرعی داره. فقهای کرام در رابطه با این بحث کردن، مفسرین کرام از خلال آیات قرآن مجید آیات برای ما بیان کردند، محدثین کرام از خلال احادیث متبرکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم احکامش استنباط کردند و فقه اسلامی در رابطه با مسئله رأی دادن در تحت دو باب برای ما و شما مسائلش به صورت کامل بیان کردند. یکی در رابطه با باب شهادت و گواهی دادن و یکی هم در باب بیعت که از جمله اصول اساسی یک نظام سیاسی اسلام می باشه. گواهی و شهادت و بیعت، اگر ما به نام رأی دادن در او وقت و زمان کدام اصطلاح نداشتیم، شک نیست که اصطلاحات فرق می کنه دیگه. به نمی شکل که
پیغمبر صلی الله علیه و سلم و خلفای راشدین قسمی که براتون بیان کردم میکانیزم انتخابات برای ماشما بیان نکرده بودند بلکه گذاشته بودند به قسمی که مردم در هر وقت و زمان مطابق عصر و زمانشان تنظیم و ترتیب میکنند. پس به عین شکل مسئله رای دادن و مسئله انتخابات و مسئله رفتن به پای صندوقهای رای این هم کدام میکانیزم خاص خود نداشته برادر اسلام. در وقت و زمانی که مجموعه مسلمان ها کوچک بوده رای دادن توسط دست دادن گرفته می شد، توسط زبان شفاهتن گرفته می شد، دیگه حالی قدر میلیون انسان ها چه قسم رایش می گیره؟ شک نیست که میکانیزم دیگه باید فرق می کنه، ولیکن اصل و اساس فرق نمی کنه، اصول فرق نمی کنه، تنها شکل و میکانیزم فرق می کنه. پس رای دادن متوجه باشین که در شریعت اسلام این مساوی هست به شهادت و گواهی دادن. شهادت و گواهی دادن به چی معنا؟ یعنی زمانی که شما در پای صندوقهای رای میلین و بالاخره کاندید مورد نظرتان انتخاب میکنین، اینمی چی معنا را افاده میکنه؟ چی معنا را افاده میکنه؟ در اصل نظمی اگر ما مراجعه بکنیم اینمی معنا را افاده میکنه که تو شهادت میتی، تو من حیث یک باشنده از این کشور شهادت میتی که اینمی شخص را که ما در مقابل نامش سواسایی کردگی هستم، اینمی انسان صلاحیت اینمی پوست صلاحیت اینمی چوکی را داره، تو شهادت میتی. و شهادت من حیث یک اصل در شریعت اسلام وجود داره و آیات و قرآن مجید و احادیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم را بر ما بیان کرده. گواهی دادن و شهادت دادن برادر اسلام متوجه باشین که یکی از اصول اساسی در دین مقدس اسلام می باشه. و اینمی رای دادن از زمانی که ما شما نظر اندازی بکنیم، اینمی رای دادن هم خودش به مثابه شهادت دادن و گواهی دادن است. به فرض مثال در محکمه قضیه پیش میشه بین مدعی و مدعا علیه و بالاخره شخصی که دعوا کرده شاهد میاره، کسی که به اسلام اون قضیه را دیده و در اون حادثه حاضر بوده، شاهد میاید در پیش قاضی شهادت میده و گواهی میده که قاضی صاحب محترم من اینمی مسئله که اینمی آدم میگه اینمی مسئله در این پیش روی چشم من صورت گرفته و من اینمی را دیدم و با من اینمی من گواهی میدم. و هر زمانی که شهادت شاهد به نزد قاضی ثابت میشه، قاضی چی حکم میکنه برادر اسلام؟ آیا قاضی برای خود حکم میکنه یا قاضی با آن چیزی که شاهد شهادت داده حکم میکنه؟ و این من حیث یک اصل در محاکم و در قضای موت میباشه. کسی که ادعا میکنه باید شاهد بیاره، کسی که انکار میکنه و شاهد نداره باید که قسم بخوره. بس اینمی قاضی اینمی حکم خوده بنابر آن چیزی که شاهد شهادت داده و گواهی داده مطابق از او حکم خوده چی میکنه؟ صادر میکنه. پس اگر شاهد شهادت و گواهی به حقیقت داده بود شک نیست که حق به حقدارش میرسه. و اگر خدای نکده شاهد گواهی دروغ داده بود پس به این معناست نه که در رابطه با احقاق حق که به جای حق بسازه باطل کرد و باطل چی کرد؟ حق کرد. پس متوجه میشه که نمی رای دادن موتو همین نمت یک حکم داره. تو که زمانی که میری به اصلاح پیش نام کسی سواد سعی میکنی و او را به اصلاح رای میتی و در رابطه او را قبول میکنی به این معناست که تو گواهی میتی که نمی انسان صلاحیت نمی پست و نمی پارلمان و نمی نمایندگی مرا داره. پس متوجه باش که در رابطه با این گواهی تماما آن قواعد مبادی و اصولی که شریعت اسلام در رابطه با گواهی دادن بر ما گفته همه یزیر باید ما تو بدانیم برادر اسلام. مشکل در اینم اینجاست که ما امور انجام میتیم، کارها را انجام میتیم ولیکن احکام شریعت در رابطه با او مد نظر نمیگیریم. احکام شریعت که در او مد نظر نگرفتیم هوا و هوس ما تو داخل حکم الهی میشه. هوا و هوس داخل هر حکم الهی که شد او را به اصلاح چی میکنه؟ منحرف میسازه و از بین میبره. بارها مثال میتونم براتون برادر اسلام، نکاح و ازدواج یک حکم شرعی هست. امروز که اکثریت ما تو از این احکام غافل ماندیم ببینید که امروز نکاح و ازدواج که میکنیم چه حالت است.
چند فیصد از این مطابق شریعت اسلام است؟ نوارهایی را براتان میگم، خود ما شما شاهدش هستیم. از همین اولین پروسه زمان خواستگاری آغاز تا به آخرین پروسه که به اسلام ازدواج و نکاح موتو صورت میگیره و اسلام هر روز به خونه داماد خود میره، برید همین کل پروسه را اگر ارزیابی بکنید و ببینید که چند فیصد از این مطابق اسلام و مطابق شریعت صورت میگیره و چند فیصد از این مطابق عنعنات و تقالید موتو صورت میگیره. چرا؟ به جهت از اینکه ما در رابطه با نکاح احکام دین نفهمیدند. چرا که احکام دین بفهم حاجت به این چیزها ندارم. و با عین شکل زمانی که ما در رابطه با گواهی دادن و شهادت دادن یا به اصطلاح امروزی بگوییم در رابطه با رأی دادن ما احکام شریعت نفهمیدم، پس به مو خاطر است که ما در رابطه با رأی دادن چیزهایی را انجام میدم که شریعت اصلا از ما نمیپذیره. پس به این خاطر اگر میخواین که رأی درست بدین، اگر میخواین که مسئولیتتان در رابطه با این چیز درک بکنین و فردای روز پیش الله رب العزت مسئول نباشین و با پیش مردم و ملت مسئول نباشین، پس خود در رابطه با مسئله شهادت و گواهی دادن خوب آگاه بسازین. مسئله رای دادن تنها یک سوادسایی کردن نیست برادر اسلام. تو میفهمی که توسط از این سوادسایی چی میکنی؟ سرنوشت یک ملت تعیین میکنی. سبحان سرنوشت یک ملت تعیین میکنه. شاید از این موضوعیت یک سوال بگه که خب مولوی صاحب محترم، من یک آدم هستم دیگه، این 4-5 میلیون آدمی که در این انتخابات انتخاب واسطه اشتراک کردن، البته یک رأی من یعنی چی؟ نه برادر محترم، تو متوجه باش که اگر ما در شمارش آرا بریم و واقعا در شمارش آرا شفافیت باشه برادر اسلام، اینمی یک کاندید از کاندید دیگه توسط یک رای میبره، یک رای میبره. یک کاندید گرفته بود به اساس 3550 رای، رای کاندید دیگه گرفته 3551 رای، اینمی کاندید میبره و اینمی کاندید میبازه برادر اسلام. توی تو فکر نکو که ما یک انسان هستم در این 4 میلیون رای دیگه، یک رای ما چی باشه؟ خلاص یک سواسه ای کوپارت. از زمانی که تو سادسایی میکنی و رایت به یک شخص میتی، باید که رای دادن تو از یک درایت کامل و از یک فهم درست صورت بگیره. برادر اسلام، شخص آمد پیش پیغمبر صلی الله علیه وسلم شهادت میداد، گواهی میداد در رابطه با یک قضیه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دست نظمی آدم گرفت و بیرو کشیدش، گفته ما آفتاب را میبینه؟ گفته آیا پیغمبر میبینم؟ گفته اگر مسئله را مثل نظمه آفتاب واری روشن میبینه که کوچکترین شکی در وجود آفتاب نداری، اگر اینمی قسم واقعه را دیدی و شهادت میتی بفرما شهادت بدی، و اگر نه که به یک قسم نمیتی شهادت نتی، به جهت از اینکه شهادت شهادت زور میباشه. مردکه گریخ، گفت نه پیغمبر این شهادت نمیتی. امیدوار هستم که مسئله را درک کرده باشین از خلال حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم که هر زمانی که شهادت میتی، هر زمانی که رأی میتی، قضیه برای تو مانند آفتاب روشن باشه. هر زمانی که آفتاب باری روشن نبود، دو غموز و پیچیدگی و فلان و بستان و ایسون و اوسون بود. نه برادر محترم، مکلفیت است. شهادت دادن کار آسان هم نیست و شهادت دادن جزء از احکام اسلام هم می باشه و هر زمانی که اسلام شهادت من حیث یک حکم برای ما تو بیان میکنه، متوجه باشین که تمام مسائلش هم برای ما و شما قضیه را حل می سازه. پس ما اگر در قضا شهادت نمیتم، متوجه باشین که در رابطه با سرنوشت یک ملت شهادت میتم. شهادت ما در قضا در رابطه با یک فرد است برادر اسلام. کدام فرد؟ اونم اون مدعی علیه که هست دیگه. به طور مثال مدعی دعوا کرد، مرا خواست و مرا رفتم شهادت دادم، شهادت ما تنها متعلق به این فرد می باشه. ولیکن تو می فهمی زمانی که در بای عزیز صندوق های رای میری و بالاخره از طرف یک کاندید و استا یک سواسایی کش میکنی، تو می فهمی که شهادت تو در رابطه با شهادت ملت می باشه. ملت یعنی چی؟
یعنی 30 میلیون انسانی که در این سرزمین زندگی میکنه در رابطه با سرنوشت از او تو چی میکنی؟ ختم میکنی. پس احکام شهادت در اسلام چی هست برادر اسلام؟ احکام شهادت در اسلام اینمی هست که هر زمانی که ما در رابطه با یک چیز شهادت و گواهی میتیم، باید که در رابطه با مسئله خوب مسئله را بفهمیم، درک بکنیم، یعنی به ایمانه که به عین چشم خود و مسئله را دیده باشیم، به یقین کامل رسیده باشیم، و بعد از اینکه به یقین کامل رسیده بودیم که کوچکترین شک و شبهه در وجود نداره، بعد از اون بس تو گواهی میتیم و شهادت میتیم. کلمه شهادت از کلمه شهاده گرفته شده و شهاده به معنای اونمون چیز است که تو به چشم سر یک چیز مشاهده میکنی. خب زمانی که ما این ارتباط میتیم با مسئله انتخابات که امروز بسلا فردا ما و شما پیش روی داریم و هر یک ما و شما میریم و این شهادت ما و شما اظهار میکنیم، پس متوجه باشیم برادر اسلام که این شهادت از ما و تو تقاضا میکنه که ما و شما که در حوزه کابل زندگی میکنیم و در حوزه کابل ما و تو که تقریبا در حدود شاید اضافه در از 800-900 کاندید محترم باشه و هر کدام خود اینها خود کاندید کرده و هر کدام از اینها میخواهند که رای بگیرند، وظیفه تو من حیث رای دهنده چی میباشه؟ مکلفیت از اونها را ما هفته گذشته بیان کنیم و فجایعی که هم میکردن بیان کنیم و اصل و اصول کورا اختلاف میکردن اون را بیان کنیم. حالا مکلفیت تو چی هست؟ مکلفیت تو من حیث انسان مؤمن و مسلمان در قدم اول ایست برادر اسلام که اگر میخوای در پای صندوق های رأی بیری و کسی را به اصطلاح انتخاب بکنی و سبای روز در پیش ملت و به پیش پروردگارت مسئول نباشی، در قدم اول تمام از این کاندیدوتورهای محترم مطالعه بکو، کلشانه، صلاحیت و شایستگی هر یکی از اونها را پیش خود ارزیابی بکو، تاریخچه هر یکی از اونها را مورد بررسی قرار بده، خوب خود در رابطه با اونها فهم درست خود برسان و بعد از او بین از اونها ارزیابی بکو و ببی که کدام یکی از اونها صلاحیت بیشتر و زیادتر در رابطه با احراز نمی کرسی دارند، کدام از اونها صلاحیت بیشتر و بهترتر در رابطه با پیشبرد اینمی کار دارند، کدام یکی از اونها صلاحیت بهتر در رابطه با نمایندگی از مردم دارند و میتونند که واقعا یک کار را انجام بتن به اندازه استطاعت و توانمندی خود. این وظیفه ما و تو است برادر اسلام. شهادت دادن، رای دادن کار آسان نیست برادر اسلام که تو را از پشت کوچه بیایی اصلا بگیره و یک دو بوجیوار در پیش موترت پتا برو بچه مال از واسهی که پیش نام من. نه برادر مسلمان، مشکل با تو اینم اینجاست، کلشان مورد مطالعه قرار میتی و بعد از او هر کدام از اونها را ارزیابی میکنی و بررسی میکنی و بعد از او بین خود مقایسه میکنی که کدام یکی از اینها بهترتر و خوبتر در رابطه با خدمت به دین، در رابطه با خدمت به ملت، در رابطه با خدمت به مردم، در رابطه با خدمت به کشور میباشن. بعد از اینکه به این نتیجه رسیدی، بعد از او باز میری به پیش صندوق رای و بالاخره نفر ملپوت و چی میکنی؟ ختم میکنی. ای اصل اساس رای دهی در اسلام می باشه. اما بیایی ببینه که امروز رای دهنده های محترم به چه حالت هستن. این همی قسمه که اصل دموکراسی انتخابات موتو را به یک طرف انحراف و قهقرا سوق داده بود، به یقین بدانین که اصل و اساس دموکراسی در رابطه با رای دادن هم این همی قسم ماشمال از احکام دین دور کردیست. امروز یک تعداد کسای ما و شما رای دادنش به خاطر روابط می باشه. چی گونه روابط؟ روابط خویشاوندی، روابط همسایه‌داری، هر گونه روابطی که باشه، ما به اصطلاح کورانه بدون از یک به اصطلاح فکر بکن خلاص خلاص یک رای است، ما میرم میتونم دیگه چی مشکلی هست. یک تعداد ما رای دادنش به این شکل است. یک تعداد کسای دیگه ما و شما که هست رای دادنش به چی شکل می باشه برادر اسلام؟ رای دادنش به شکل فروختن رأی می باشه.
فروختن رأی هم به چند قسم صورت میگیره. یکی ایست که کاندیداتورهای محترم قسمی که من در هفته گذشته براتان بیان کردم که به خاطر مبارزات انتخابی خود به یک مبلغ بسیار هنگفت اونا ضرورت دارن که تا اشتهارات و اصلاح پروسه و اصلاح تبلیغات و این چیزهایی که اصلاح نشر میکنن و بالاخره به اصلاح یک سلسله چیزهای دیگر که برای مردم توضیح بکنن که تا دل از اونها را به دست آورده و بالاخره رأی خود اونا چیکنن بتن. یعنی به این معنا که گویا براتان بگویم که در رابطه با دادن رأی مردم میخرن، هویت و شخصیت مردم موتور میخره. و ما شما امروز میبینیم برادر استم، تذکره ها معامله میشه، رأی ها معامله میشه، پول ها داده میشه، آرد ها توزیع میشه، روغن ها گرفته میشه، همه چیز برای مردم داده میشه. کل به چی خاطر؟ به خاطر از اینکه برای ما رأی بتین و در صندوق بای صندوق رأی که رفتین باز پیش نماز چکنین سوسیه بکنین. به این وجه عزیز از دیدگاه اسلام مشاهده بکنیم برادر اسلام. و ما گفتم براتان که رأی دادن در حقیقت به مصابه شهادت و گواهی دادن است. الله رب العزت در قرآن مجید می فرمایه برادر اسلام، یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله. ایان کسانی که ایمان آوردین در رابطه با شهادتتان به الله جل جلاله عدل و عدالت مراعات بکنین. یکی از اصول اساسی شهادت و گواهی دادن اینمیسته که انسان زمانی که در رابطه با چیز شهادت میته خوب او چیز مطالعه بکنه، خوب او چیز دیده باشه، بعد از او شهادت بده. کورانه شهادت دادن اصلا در اسلام وجود نداره. و دوم ای که زمانی که ما او تو شهادت میتیم در شهادت دادن اصل اساسی در نظر گرفتن عدالت میباشه. در هر شهادتی که عدالت در رابطه با او در نظر گرفتن نشد، متوجه باشین که او شهادت زور است و قول باطل است. عدالت به چی معنی؟ الله رب العزت در قرآن مجید می فرمایه برادر اسلام که و اذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربا. هر زمانی که شهادت میتین سخن میگین عدالت مراعات بکنین، اگرچه بر علیه خویشاوندتان باشه، اگرچه بر علیه پدرت باشه، اگرچه بر علیه مادرت باشه، اگرچه بر علیه والدینت باشه، اگرچه بر علیه نفس خودت هم باشه، باید که در شهادت دادن عدالت فراموش نکنی. از همه گذشته حتی زمانی که تو شهادت میتی و شهادت در رابطه با دشمنت میباشه، بر رابطه با دشمنت عدالت فراموش نکنی. یا الله، تماما از این چیزها را قرآن مجید یک آیت میه برای ما تو میگه. حال مجال تطبیق از این چه وقت است؟ خب مجال تطبیق از این همی وقت است و برادر اسلام دیگه، که زمانی که ما در پای صندوق رأی میرم، من من حیث یک باشنده مسلمان مکلفیت میکنم، یکی از مکلفیت ایست که در شهادت عدالت مراعات بکنی. ولا یجرمنکم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. دشمنی یک قوم هیچ وقت منجر به این نشه که شما عدالت مراعات نکنین. اعدلوا، عدالت بکنین. عدالت نزدیک به تقوا می باشه. اگر هفته گذشته فراموش نکرده باشین در آن چیزی که در خطبه هفته گذشته براتان گفتم برادر اسلام، که انتخاباتی که اساس از او را تقوا، اخلاص و ایمان تشکیل بده، بازو انتخابات است که سرنوشت ملت از جانب منفی به جانب مثبت سوق میده. چی وقت؟ هر زمانی که ما در دهی خود اینمی قسم عدالت مراعات کردیم. عدالت چی وقت از بین میره؟ هر زمانی که ما در رابطه با شهادت دادن متوجه باشین که ما گرایش های دیگر را مورد اعتبار دادیم، گرایش های قومی، گرایش های مذهبی، گرایش های خویشاوندی، گرایش های مالی و اقتصادی، گرایش های سیاسی، گرایش های داد و بافته که به اسلام آشم. هر زمانی که برادر عزیزم متوجه باش که در رای دادنت این و گرایش ها را در نظر گرفتی، عدالت خدا را زیر پای کردی، به یقین بدان که رأی که تو میتی، شهادت که تو میتی، گواهی که تو میتی، بازی را به نام شهادت و زور یا
یاد میکنن، گواهی دروغ یاد میکنن، گواهی دروغی که قرآن مجید او گواهی را با شرک یک جای برای ما تو بیان کرده. سبحان الله، شرک با الله جل جلاله بدترین گناه های کبیره که اگر با این گناه کبیره انسان از این دنیا بره، حتی الله در روز آخرت مورد مغفرت قرار نمیده. الله رب العزت اینمی شهادت زور، اینمی گواهی دروغ، اینمی شهادت که تو عدالت مراعات نکردی، متوجه باش که برای شرک یک جای برای موت ذکر کرده. فاجتنب الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، فاجتنب الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، اجتناب بکنین از پلیدی های شرک و اجتناب بکنین از قول باطل، از شهادت زور، از قول دروغ. قول دروغ چی نمیگن برادرسان؟ بیاین ببینین دگاله. زمانی که ما در پای صندوق رای میرم برادر اسلام، و ما یک وطندار دارم، وطندارم صاحب آمده پیش ما و صاحب خوب مولای صاحب محترم فلان صبستان است برای من رای بتین، و زمانی که ما در اونجا میرم به اسلام رای میتم، وجدانم، ضمیرم، دینم، شریعتم اینمی را برای من میگه که اینمی انسان صلاحیت اینمی پوست نداره، اینمی انسان شایستگی اینمی کرسی را نداره، اینمی انسان صلاحیت رسیدن به اینمین جا نداره که از من حیث مردم نمایندگی بکنه، ولیکن در پیش رویش توصیه میکنم. شاید برای موتو بسیار آسان معلوم شد برادر اسلام، به جهت از اینکه چون ما این مسئله را ارتباط با دین ندادیم دیگه، این مسئله را ما ارتباط با دنیا داریم، خلاص دیگه یک صندوق رای است و بته و بسیار هرچی که شد دیگه برو کی حسابش کرده؟ مثل که ماش مادر در نکاح ها میگم، در نکاح ها زمانی که ما دختر فروشی میکنیم برادر اسلام، خفه نشین آجی صاحبای محترم، دختر فروشی میکنیم، باور بکنیم انسان حر آزاد بی و بقاله میکنیم. سبحان الله، از دین که دورش نمیدم این کار است دیگه. ما با سه کش دشمن استم پیغمبر میفرمایه، با سه کش دشمن استم در روز قیامت، و یا زو که یک از او کسا کی هست؟ یکی از او کسا کسای هستن که انسان حر آزاد میفروشن. ما امروز در مجالس نکاح خواستیم دختر فروشی میکنیم، صاحب یکی صاحب 50 میلیون بقاله میکنه و دیگه با 30 میلیون بقاله میکنه، بزن تا بالا کو فقط که من محترم میفروشم، خانه میفروشم، استغفر الله العظیم. بای بقاله کردن و با این شکل امروز بین میمیره در اسلام. زمانی که من در پای صندوق رای میرم، فکر میکنم که خلاص دیگه کی شمار کرده؟ بای بقاله را که در رابطه با دختر فروشی گفتم برادر اسلام، باز در آخر که خوب زدن و کندن و دیگه کدم، باز میگه برو کی داده و کی گرفته؟ بگو این حاجی صاحبای محترم میگیم نمیگیم کی داده و کی؟ تو به روز آخرت ایمان نداری؟ تو به زندشتن بعد از مرگ ایمان نداری؟ تو به او رب ایمان نداری که ذره ذره تا محاسبه کی داده و کی گرفته؟ او ذات که بایستا تعیین کرده، او ذات از گردن تو از حلقت میگیره. اگر خانم بیچاره گرفته نمیتونه، باز او میگیره ازت. و ایره هم فکر نکن که در پای صندوق رای بیره برو که شمار کرده دیگه، خوی یک رای از بته دیگه یک دلش خوش بساز، در حالی که تو نمیفهمی که با هی رای دادن در رابطه با یک ملت خیانت میکنی، در رابطه با یک کشور خیانت میکنی. تو مسئولیت خودم این حیث یک انسان درک بکو، او که به اسلام مسئولیت خود درک میکنه، او مربوط خودش است برادر اسلام. کلکم مسئول و کلکم مسئول عن رعیتی، من این حیث یک باشنده فعلا دینمی قضیه برابر شدیم و من رای میتو و من مسئولیت خودم این حیث رای دهنده درک میکنم. او کسی که شمارش میکنه، او کسی که چی میکنه، مسئولیت از او هست. میگه برو بسلا کی شمار کرده که بتی رای بتی؟ میفهمی که چی معنا را داره برادر اسلام؟ در یک حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم در رابطه با تعیین امت، تعیین امانت زمانی که بیان کرده بودن، که هر زمانی که یک شخص، یک حاکم، یک رئیس، یک وزیر، یک رئیس مؤسسه، هر زمانی که یک شخص در یک پست تعیین میکنه، در یک پست تعیین میکنه و او میفهمه که شخص دیگر از این صلاحیتش بیشتر میباشه،
یعنی به معنی که دو شخص هستند و بالاخره یک شخص صلاحیت بیشتر در رابطه با این پست داره، ولیکن این رئیس نظر به مو قرابت و نظر به مو روابط و نظر به یسون و اسون کمرای از این انسان داره، او انسانی که صلاحیت بیشتر داره او را میگذاره و این انسان به اصطلاح چی میکنه در پست مقرر میکنه. میفهمین که پیغمبر صلی الله علیه و سلام میفرماین و حدیث صحیح به یاد من نیست، به این معناست که یعنی در روز قیامت بوی بهشت در دماغش نمیرسه. کسی را که صلاحیت بیشتر داشته او را گذاشته و بالاخره کسی دیگر به جایش چی کرده مقرر کرده. پس برادر عزیزم، زمانی که در پای صندوق های رای میری، یکی از مکلفیت های تو ایسته که تمام از این کاندیدوتور های محترمی که در حوزه کابل ما و تو خود بر اصلاح کاندید کردن کلشان را مطالعه بکو، بررسی بکو، تاریخچه از اونها را بفهم کی هستن، چی میکنن، کارکردشان چیست، هدفشان چیست، آیا واقعا صلاحیت از این دارن یا ندارن، و بعد از او ارزیابی بکو. و قسم به خداست که اگر تو فهمیدی که فلانه کاندید از این فلانه کاندیده که بهتر، فلانه کاندیده که ما انتخاب میکنم او کاندید بهترتر هست، او کاندید بهترتر هست، میفهمید که چه گناهی را مرتکب شدین؟ میفهمید چه گناهی را مرتکب شدین؟ شهادت را پت کردین برادر اسلام، گواهی را پت کردین. و من اظلم ممن کتم شهادتا عنده من الله، از او که در ظالمترین انسان، ستمگارترین انسان کی هست که شهادت را که بر نزد الله هست او را پت میکنه؟ مرتکب پت کردن شهادت شدین برادر اسلام، مرتکب قول زور شدین، کسی که صلاحیت نداره برای زور رای میتی و بر علاوه از او به اصطلاح چیز مزی که به اصطلاح از مال از چیز گرفتی، رشوت گرفتی، باطل گرفتی، سحت گرفتی، ببین که چقدر معاصی را ما تو مرتکب میشیم فقط به خاطر یک رای دادن، و او رای دادنی که ما اصلا در رابطه با او فکر نکردیم و او را ارتباط با دین ندادیم دیگه. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ عَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، قسم میخوره پروردگارت به ذات خود، فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ عَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، قسم از بربت ای پیغمبر که از هر یک از اینها سوال میکنیم در رابطه با آن چیزی که انجام میده. پس تو فکر نکنین برادر اسلام که رفتن به پای صندوق های رای یک مسئله ای به اصلاح ریشخندی هست و برو هر جا که به اصلاح خوشت آمد به اصلاح سواسایی کنی، متوجه باش که توسط از این رای دادن تو سرنوشت یک ملت چی میکنی؟ تعیین میکنی، و این شهادت و گواهی از تو عدالت میخواید، روابط نمیخواید، خیشاوندی را نمیخواید، پول و پیسه را نمیخواید، فروختن هویت و شخصیت موتو را نمیخواید، از همه بدترش برادر اسلام. امروز زمانی که ما در رابطه با رای دادن احساس مسئولیت نکردیم، امروز بسیاری برادرای ما هستند که تذکره های خود میفروشن برادر اسلام، و ما بارها از سر از این منبر هر زمانی که انتخابات گوناگون پیش رو میماشته باشیم این مسئله را ما براتان بیان میکنم. و برادر عزیزم، اینمی تذکره تو شخصیتت است، اینمی تذکره تو هویتت است، اینمی تذکره تو اصلیتت است. تو که نمی تذکره را به $100 یا کنیم $100 میفروشی به کاندید محترم که سبا بری رای بیتی، یعنی به ایمان که تو شخصیتت، هویتت، همه چیز در مقابل $100 فروختی. ای انسان که به خاطر تو الله زمین و آسمان آفریده، ای انسان که تو را الله انقدر کرامت و عزت داده که تمام از این جهان و کائنات به خاطر تو میچرخه، و تو این شخصیت و هویت را به $100 میفروشی، از خدا بترسیم برادر اسلام، و توجه هم نمی کنیم. خب $100 خالقه یک 7,500 افغانی میشه، بعضی برادران رو بیرسیم که در یک بوجی هارد و یک پیپروغن کمینه هایتن کلش جمع کنی چقدر 2,500 افغانی سیم میفروشه سیف خدا. فروختن شخصیت، فروختن ذات، فروختن هویت. میفهمیم که امروز ما چرا به اصطلاح در جامعه جهانی اینقدر به اصطلاح ذلیل شده ایم و خوار شده ایم و هیچ چیز نداریم؟ چرا برادر اسلام؟ برای ما بگین که ما مسلمان ها چی کمی داریم برادر اسلام؟ از حیث نفوس بگویی این روز الحمل نفوس مسلمان قریب به 2 میلیارد مسلمان در روی زمین میرسه. از حیث منابع طبیعی بگویی بهترین منابع طبیعی به دسترس ما و تو مسلمان قرار داره. از نگاه نقاط استراتژیکی در روی زمین و جغرافیا بگویی بهترین نقاط استراتژیکی جهان در زیر دست ما و تو هست.
از نگاه به اصطلاح شخصیت و هویت بگویی، شخصیت و هویت ما تو 1400 سال تا به امروز کوچکترین خدشه پیدا نکرده. لیکن چرا در جامعه جهانی متفرق، پراگنده، ذلیل، خوار ببینه که چه حالت داریم امروز ما و شما؟ به خاطر که امروز ما هویت خود از دست دادیم برادر اسلام، هویت خود از دست دادیم، شخصیت از دست رفته برادر اسلام. امروز ما تو فرهنگ نداریم. بریم ببینین دیگه، هیچ کس نمیگم فقط خودم مطالعه بکو، هیچ کس نمیگم، نمیگم که اصلا همسایه، نمیگم فلان، نمیگم بستان، فقط خودم مطالعه بکو، کمی خودت چند فیصد مطابق احکام شریعت عیار هستی، چند فیصد احکام شریعت در هویت و شخصیت خودت دیده میشه، و بعد از او باز ارزیابی کن برادر اسلام. وگرنه ما باور بکنی که ما هیچ کمی نداریم. پس متوجه باشه که فروختن شخصیت، تو را به خدا قسم برادر اسلام، در یک ملتی که مردم از او هویت و شخصیت خود بفروشند، در یک ملتی که مردم از او هویت و شخصیت خود در یک بوجه آرد بفروشند، دیگه در اون ملت دیگه تو چی تقاضا بستا خواهان خیر و برکت هستی که در این خواهان خواهان برکت بیاری؟ و او کاندید محترمه که هویت و شخصیت تو را خریده، باز به تو چی خدمت خواد کرد؟ سوار روی صد تانه هم میتا که برو برادر تذکری تو را ما به صد دلار خریده بودم، تو آرامیده اونجا قبض دارایست قسمه که میبینیم. بس رای دادن احساس مسئولیت است برادر اسلام، احساس مسئولیت بکنید و متوجه باشین که رای دادن در حقیقت عبارت از اونمو تعیین سرنوشت یک ملت میباشه. و به می خاطر برادر اسلام متوجه باشین که هیچ وقت نه در رابطه با روابط، نه در رابطه با خویشاوندی، نه در رابطه با معاملات تجارتی قطعا رأیتان به این شکل نندازین. با یقین بدانه که هم در مقابل مردم و هم در مقابل الله رب العزت مسئول می باشین، بلکه زمانی که شما رأی می دین، رأیتان آگاهانه باشه، رأیتان عدل و عدالت باشه، رأیتان به کسی باشه که شما ارزیابی بکنین که این انسان صلاحیت این پست داره و به اسلام از طریق خدمت به مردم، مصدر خدمت به دین، مصدر خدمت به کشور شده میتونه. شما اینمی اجتهادتانه بکنین، شما اینمی تحریتانه بکنین، بازو که بسا هر چیز کرد بازو مسئولیت خودش است برادر اسلام. یک نفر زمانی که در یک جایی میرسه و قبله را نمیفهمه قبله کدام طرف است و کسی هم نیست که پرسان بکنه، بعد از این تحری میکنه، سعی میکنه، تلاش میکنه، کوشش میکنه، میگه شاید قبله اینمی طرف باشه، شاید قبله اینمی طرف، خلاص اون طرف میره نماز خدا میخونه، نماز خلاص میگه نه برادر قبله تو اون طرف، قبله این طرف است، تو اون طرف نماز خونه، نماز بالکل درست است، هیچ کدام مشکلی نداره. یک مساله. یک مسئله دیگه، یک نفر را مسئول قبله را خبر داده، برو دیگه حالا چی خوبه این طرف من نماز میخوانم، نماز از این انسان نشته، باید نماز خود از سر بگردانه. هر دو یک کار را کردن، ولیکن یکی کار را به سعی و تلاش و کوشش کرد و یکی کار را به بی‌پروایی کرد. کسی کار را به بی‌پروایی کرد باید نماز خود دوباره چی کنه؟ اعاده بکنه. اما کسی که سعی و تلاش و کوشش کرد نمازش چی است؟ درست است. تو سعی و تلاش و کوشش تکو برادر اسلام، به چی جهت؟ به 100 دلار خود هویت تا میفروشی، خوب اوشی طبیقی برادر اسلام، با یک بوجه آرد خوب اصلا تذکیری تا میتی که اصلا بر تو برای فلانی رای بیتی، ولیکن میفهمی که رای دادن به چی معناست؟ یعنی به این معنا که به کاندید مورد نظر زمانی که تو رای میتی و این کاندید مورد نظر تو بالاخره چوکی پارلمان احراز میکنه، نه؟ اگر کار خیر کرد خو خدا توفیقش بده تا کار خیر شریکتی، و ما فکر نکنم که انسانی که هویت و شخصیت ملت خدا بخره وازو در رابطه با این ملت خدمت بکنه. برادر عزیز متوجه باش که در تمام آن فجایع و ظلم و استبداد و تعدی و تجاوزی که این انسان از خلال چوکی پارلمان و ولسی جرگه میکنه، در تمام از این گناهایش تو شریک هستی، بخوایی نخوایی شریک هستی، با یک سواسعی کدی با یک بوجی برنجی که گرفتی برادر هستم. کار ساده نیست، کار ساده نیست برادر هستم، با این سادگی هر چیز فکر نکنین برادرای عزیزم. نبی اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید هر کسی که یک کار نیک پایه‌گذاری میکنه و بالاخره مردم با کار نیک از او عمل میکنن، تمام مردمی که با کار نیک از او عمل کردن اجر و پاداش تمام از او مردم در اعمال نامه از این انسان ثبت میشه، بدون از اینکه از اجر و ثواب از این مردم چیز کم شود. هر انسانی که یک کار شر پایه‌گذاری میکنه و هر انسانی که با او کار شر از او عمل میکنه، تمام وزر و گناه از او انسانها در اعمالنامه عزیز ثبت میشه، بدون از اینکه از وزر و گناه از اونها چیز کم شود. قذر انشاءالله درک کردین.
هر زمانی که تو یک کاندید محترم هم میفهمی که نمی انسان صلاحیت را از دم نمی چوکی نه نداره، ظالم است، مستبد است، تاریخچه خوب نداره، هر زمانی که تو برش رای میتی بنابر ضوابط باشه، بنابر حزبیت باشه، بنابر قومیت باشه، بنابر هر چیزی که باشه، عدالت مراعات نکردی. با یقین بدان که در تمام ظلم و استبدادی که اینمی وکیل در دوره وکالت خود میکند، چیز وزر و گناهش که در امانمه تو هم نوشته میشه. چقدر جای تاسف است برادر اسلام که ما تو قرار در خانه خود خواب باشیم و ظلم استبداد از او وکیل است در امانمه اسلام نوشته شده بره. و با عین شکل برادر اسلام، هر زمانی که تحری کردی، سعی کردی، تلاش کردی، کوشش کردی و واقعا انسان با تقوا و پرهیزگاره که خودت به اصطلاح ارزیابی کردی، به اصطلاح تعیین کردی و بالاخره او انسان به مو مقام و به مو چوکی رسید و او انسان در رابطه با اسلام خدمت کرد، در رابطه با دین خدمت کرد، در رابطه با این ملت خدمت کرد، غم به اصطلاح بیوه و یتیم خورد، متوجه باش که کل اجر و ثوابی که او میکنه، اجر و ثوابش در امانت‌نامه تو هم نوشته میشه. بس ما تو هستیم که کدام اختیار میکنیم، آیا ما ظلم و استبداد اختیار میکنی و یا آیا اجر و ثواب اختیار میکنی؟ هم به دست تو هست، فقط به چی خاطر؟ به این خاطر که زمانی که تو رای میتی باید که در رای دادن صادق باشی برادر عزیزم، امین باشی، عدالت مراعات بکنی. ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، دشمنی هیچ قوم شما را باید که از عدالت دور نسازه. میفهمی که نمی انسان بدبین است، میفهمی که نمی همسایت هم رای تو جنگ کرده، میفهمی که نمی همسایت همسایه تو بسام رای تو رویه خوب نداره، ولیکن انسان با تقوا هست، پرهیزگار است، خود کاندید کردگی است، دشمنی از این باعث از این نشه که تو برای از او رای نتی، دشمنی تو باعث از این نشه که برای از او رای نتی، به جهت از اینکه متوجه باشیم برادر اسلام که در دین مقدس اسلام همیشه مصلحت فرد قربان مصلحت جامعه است. در دین مقدس اسلام همیشه مصلحت فرد قربان مصلحت جامعه است. به چه معنا؟ یعنی هر زمانی که تعارض بین مصلحت فرد و مصلحت جامعه به میان بیاید، دین مقدس اسلام مصلحت فرد قربان مصلحت جامعه میکنه. مصلحت جامعه اولاتر است. ما با فلانی شخص دشمنی دارم، ما با فلانی شخص بدبینی دارم، رفتم خانهش دختر خود برای من نداد، ولیکن انسان با تقوا هست، پرهیزگار است، امروز خود کاندید کرده و صلاحیت گرفتن پست هم داره، پس این دشمنی ما هیچ وقت منجر به این نشه که ما برای زور رای ندم. چرا؟ این کار ملت است و او کار شخصی و دشمنی ما هست. ای کاش که به این مرتبه ما تو برسیم برادر اسلام. امروز ما به خاطر حزب خود، به خاطر قوم خود، به خاطر نجات خود، به خاطر روابط خود، به خاطر یک مقدار پول رشوتی که ما تو گرفتیم، به خاطر کل عذیبی بی که تمام بالای عذیب تمام ارزش ما خط بطلان میکشیم، بالای تمام عذیب ارزش ما قدم میمانیم و همه چیز نادیده میگیریم و بالاخره منتظر از این هم هستیم که ملت ما به اصلاح آرام شو و ملت ما به اصلاح خوش شو و به اصلاح از این مشکلات ما شما چیکار پیدا نیاز این اشکالات زمان موتون ما نجات پیدا میکنیم که هم کاندیدای محترمه که خود کاندید میکنن اصول اساسی اسلام در رابطه با کاندید بودنشان مراعات بکنن و هم موتون که به اصطلاح صلاحیت رأی داده نداریم اصل اصول اسلام در رابطه با رأی دادن مد نظر بگیریم. باز اینجاست که ما منتظر یک ملت خوب، یک پارلمان خوب میباشیم و اگر نه که به اصطلاح کاندید به او قسم و رأی دهنده به این قسم، پس متوجه باشین که از این قسم به اصطلاح انتخابات و ولسی جرگه و پارلمان بغیر از اینکه مصیبت های ما شما چند شوه، با شما کدام چیز دیگه توقع نمی داشته باشیم. اللهم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم و تب علینا انک انت التواب الرحیم. اللهم انا نسألک الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی آله و اصحابه اجمعین برحمتک. یکی از اسالیب روایت حدیث برادر اسلام که اصحاب پیغمبر زمانی که احادیث پیغمبر را برای ما روایت می کردن، در برخی از احادیث اصحاب امو طریقی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم حدیث چی قسم بیان کرده بودن امو مجلس به صورت زنده برای ما روایت می کنند که پیغمبر حدیث بینی شکل برای ما بیان کردن. و یکی از او احادیث برادر اسلام اینمی حدیث هست که در رابطه با قول زور، در رابطه با شهادت دروغ گفته شده. و ما همیشه پیش خود فکر میکردم خب پیغمبر چرا در رابطه با شهادت زور این قسم یک موقف در حدیث میگیرن؟ سوال پیش ما حل نشده بود برادر اسلام.
اما زمانی که انتخابات نزدیک شد و مسئله رای دهی به میان آمد و بالاخره من دریافتم که رای دهی در اسلام مانند شهادت و گواهی می باشه و هر زمانی که ما در رای دهی و شهادت و گواهی عدل و عدالت مراعات نمی کنیم، اینمی هم در حقیقت خودش شهادت زور، قول دروغ و قول باطل می باشه. در حدیثی که خدمتتان روایت کردم، ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه می فرماین که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودن 3 بار الا انبئکم با اکبر الکبائر، 3 بار پیغمبر گفت که آیا ما شما را به بزرگترین گناه های کبیره خبر نتم، آیا ما شما را به بزرگترین گناه های کبیره خبر نتم، 3 بار گفتن. و بعد از او گفتن که الاشراک بالله و عقوق الوالدین، شرک به الله جل جلاله و نافرمانی پدر و مادر. راوی بر ما میگن که تا اینجا پیغمبر تکیه زده بود، یعنی به این معنی که حدیث را گفتن و تکیه زده بودن و این مسائل را بیان کردن و بعد از او خود 6 تن را جمع کردن و گفتن که الا و شهادت و زور، الا و قول و زور، الا و شهادت و زور، الا و قول و زور. آنقدر گفتن و گفتن که اصحاب گفت که لیته سکت، ای کاش که پیغمبر را چپ شود، اگر چرا اینقدر گفتن است؟ خطورت از ایره که امروز ما تو در حال خود میبینیم برادر اسلام، آل ما میفهمیم که چرا پیغمبر صلی الله علیه و سلم در وقتی که شرک به خدا بیان کرده بودن تکیه زده بودن چیزی نکردن، در وقتی که نافرمانی پدر و مادر که برای ما بیان کردن تکیه زده بودن چیزی نگفتن، اما زمانی که شهادت زور و قول زور به میان آمد پیغمبر 6 تا خود جمع کرد و گفته رفت و گفته رفت تا با وقتی که اصحاب گفت که ای کاش که چوب شود. می فهمین علتش چیست برادر استم؟ و جهت از اینکه شهادت زور که امروز ما و تو داریم و هر یک ما و تو در این پای صندوق های رای میریم، شما باور بکنین که خداوند مرا نگیره، شاید که 98% ما کسایی باشیم که نمی شهادت زور امروز میتیم، این همین شهادت دروغ امروز میتیم. امروز میریم صاحبی کاندیدای محترم صاحب حق و ناحق صاحب سواسعی کدم میریم، در حالی که نمیفهمی که کل از این شهادت دروغ و شهادت زور است که پیغمبر امه تو گفته. چرا دیگه پیغمبر که یک چیز میگه میفهمه دیگه که آنقدر این چیز انتشار پیدا میکنه که به این اندازه که هیچ کس متوجه نمیشه. خب چرا پیغمبر در رابطه زمانی که شرک بیان کردن خود راست نکردن و نششتن؟ چرا زمانی که حقوق والدین بیان کردن؟ آیا شهادت زور از حقوق والدین و شرک به اسلام کمتر می باشه؟ نه برادر اسلام، مسئله شرک یک مسئله انفرادی هست، متعلق به فرد می باشه. مسئله والدین یک مسئله اجتماعی است، متعلق به اولاد و پدر و مادر است. اما مسئله شهادت زور مسئله یک ملت است، یک مسئله یک کشور است، مسئله یک مردم است برادر اسلام. این تعلق با میلیون داره. پس به می خاطر متوجه بش برادر عزیزم که هر زمانی که تو در بای صندوق های رای میری و آن چیزی که اسلام در رابطه با رای دادن شهادت و گواهی بر ما گفته مد نظر نمیگیری و هر کس که از پیش دلت بشتا خواست و به خاطر روابطت، به خاطر خویشاوندیت، به خاطر حزبت، به خاطر لسانت، به خاطر قومت، به خاطر 3-4 پی که گرفتی قطع میکنی، به یقین بدان که در حق از این ملت خیانت کردی، با یک سواسعی در حق از میلیون انسان خیانت کردی. این خیانت در حق ملت است برادر اسلام. و میفهمی که جرم خیانت در حق ملت و در حق دولت چی میباشه؟ در بزرگترین کشورهای جهان برید، در بزرگترین کشورهای جهان جرم خیانت در رابطه با دولت و در رابطه با حکومت سزا شدیدترین جزا است که برای سزا اعدام میباشه. امروز ببین که میلیون ها انسان دیده و دانسته سه به جرم خیانت به ملت گرفتار میشن. از خدا بترسیم برادر اسلام. شرک یک عمل انفرادی هست. اگر ما تو به الله جل جلاله توبه کردیم خدا میبخشه ما. نافرمانی پدر و مادر کردی، به الله دعا کردی، پدر و مادر خوش ساختی، پدر و مادر راضی میشه. ولی که تو چه قسم میتونی که 30 میلیون انسان به اصلاح رضایتش کسب بکنی؟ تو چه قسم میتونی که 30 میلیون انسان به اصلاح حقشان برای خود حلال بسازی؟ پس به این خاطر است متوجه باشین گناه ها از خود مراتب داره. یکی گناه هایی است که متعلق به خود فرد میشه، یکی گناه هایی است متعلق به 3-4 نفر میشه، یکی گناه هایی است متعلق به تمام ملت میشه و یکی از گناه هایی که متعلق به تمام ملت میشه اینمی شهادت زور و شهادت دروغ هست که به دروغ میری و هر کس به اصلاح سواسعی میکنی و در
تمام نبسلا فجای و گناهایش چی هستی شریک می باشی. اقول قولی هذا استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین و استغفروه انه هو الغفور الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. مخاطبین نهایت گرامی، مسلمانان محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. فعلا ما در فروشگاه حمیدیاری هستیم در چرای سبارت، که جایی که از همه زردوی خواست با ما همکاری زیاد کردن و کمپرسنه که ما تعلیمتون در این مدر زمان همو دستگاهی که نیاز داشتیم از اینجا خریداری کردیم. یعنی خوشبختانه که همو روند کار ما اطلاع دارن و همدو بک همکاری هم کردن و انشاءالله که همکاری هم بیکنن. دوستان عزیز، کمره هایی که ما داریم تا امروز تقریبا 3 پایه کمره هست که یکش وقف شده، دو تا پایش وقف شده، یک دیش هم ارزش وقفی هست. یعنی از 5 سال به این طرف ما را استفاده میکنیم. از لحاظ قانونی وسایل تکنولوژی حداقل 3 سال را باید تهیه بکنه، بعد از او باید به اصطلاح چیزی نو جاگزین شود. فعلا دوستان عزیز، ما با مشکل بسیار عمده مواجه هستیم که ما از این کمره که به اصطلاح کمره بسیار عالی هست و HD هست و مدلش هم هست NX5 و کمره هست که مطلق میموری میخوره. کمرهایی که ما داریم کمرهای آنالوگ هست که کاست میخورن و بر ما مشکل ایجاد کردن. فلحاظ امروز دنیا ترقی کرده و ما میخواییم که همین استودیو بعد از 5 سال کمرهایی که کلان از کار افتادن نمیگیم، ولی کار ما رو به مشکل پیش میبرن. فلحاظ دوستان عزیز، ما 3 پای از این کمره نیاز داریم که الحمدلله که جناب یادی صاحب اینجا مسئول فروشگاه هستن، وعده شکردن که با ما همکاری میکنن در قسمت قیمتاش که این کمره ها رو ما داشته باشیم. قیمت هر پای کمره دوستان عزیز $3,700 هست که دو پای بیتری، دو دانه میموری و بایکش و همراه تمام متعلقاتش هست. دوستان محترم، اینی هم کارتونش هست که اینجا شما میبینین، NX5E. این کمره هست که به اصطلاح به دست ما هست. این خیلی به اصطلاح میشه گفت که گزینه های خیلی زیاد و خوبی داره که برای کار ما واقعا که نیاز هست و ضرورت هست. SDI out. خب مسائل تکنیکی شده برای دوستان چیز نمی کنیم، فقط عادتی هست که اینی کمره با اینی کیفیت و قابلیت های بسیار بالایی نیاز استودیوی مرکز دعوتی پیمان است. دوستان عزیز، امروز اینجا آمده ایم عملا و خواستیم که از این فضای اصلی و واقعی و شما تصویر ارائه بکنیم که مرکز دعوتی پیمان اشد ضرورت داره به این وسایل. دوستان عزیز، با ما همکار شوید تا یکی بتایم در اسرع وقت 3 پایه کمره هم نو را داشته باشیم که ما برنامه های سوال جواب که ما تا امروز موفق نشدیم هنوز باقی مانده او را شروع بکنیم و سایر برنامه های داخل استودیو با حضور جمع کثیر از علما و دو نفره و امثال ازی ضرورت بسیار مهم ما هست. پس امیدوار هستیم که در این زمینه ما را همکاری بکنین و هر چه زود اعلان آمادگی بکنین به خیر ما بتانیم به وسایل ابزار دسترسی پیدا بکنیم. جزاکم الله خیرا. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوارم که جور و صحت مند و سر حال باشین. دوستان عزیز، مخاطبین نهایت گرامی، امگی میدانین که اقدام به یک برنامه بیرونی یا ثبت برنامه‌هایی که در فضای باز هستند نیاز به مصرف داره. فلهذا به خاطر اقدام و تلاش در راستای تولید برنامه‌های بیرونی و با فضای باز، بدون شک ما نیاز به همکاری داریم. همکاری های شما انشاءالله که هدر نمیره و مرکز دعوتی پیمان چشم برای همکاری های شما هست به خاطر تولید و نشر برنامه های متنوع و مختلف در فضای باز و با فضای و با بک‌گراند مناسب. دوستان عزیز، شما میتونید که از طریق های مختلف با ما همکار شوین، خصوصا آدرس پیپال ما که خدمت شما تقدیم میشه و همچنان طریقی خیلی آسان و ساده از طریق حواله های شخصی هست که با نام ما که در پایین نوشته میشه میتونید که همکاری خود را ارسال بکنید و همچنان از طریق فامیل ها و دوستانتان که در کابل هستن همکاریتان را بر ما میتونید که ارسال بکنید. تشکر میکنیم از شما، امیدوار هستیم که همکاری خود را آغاز بکنید.